سلام، من رامش هستم و در این یک ساعت پیش رو در برنامه بامدادی رادیو تلویزیونی صدای آمریکا، رادیو تماشا از شهر واشنگتن در کنار شما خواهم بود. 9:30 چهارشنبه شب در شهر واشنگتن است. 6 صبح روز پنجشنبه در تهران، در ایران زمین 14 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی است، برابر با 5 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. و اما در برنامه امروز و پس از پخش مشروع اخبار جهان، نگاهی خواهیم داشت به دستاوردهای یک چهره هنری در آمریکا، وحدت یگانه، ضمن گوش فرا دادن به این گفته او: زبان یک وسیله که من میتونم با مردم آمریکا آشنا بشم، با فرهنگشون آشنا بشم و بتونم حتی بهشون نزدیکتر بشم، به فکر کردنشون و به احساس کردنشون. شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید. این رادیو تماشاست. موجودات عنوان نمایشنامه است که محمد رضا راد آن را در ایران نوشته، اما اکنون در شهر بوستون در آمریکا به زبان انگلیسی به روی صحنه می رود. وحدت یگانه، مترجم، کارگردان و تهیه کننده و مدیر شرکت تئاتر بوستون تا سال 2000 در واقع میلادی در تئاتر در ایران به طور تجربی کار میکرده، اما از سال 2002 میلادی در همین رشته در آمریکا تحصیل هم کرده است. ماه منیر رحیمی توضیحات بیشتر در مورد نمایشنامه موسوم به موجودات را از آقای یگانه خواسته است. آقای یگانه گرامی، بسیار ممنون از این فرصتی که در اختیار صدای آمریکا قرار دادین. شما سال 2008 شرکت تئاتر تجربی بوستون رو راه انداختین و الان قصد دارین نمایشنامه موجودات رو روی صحنه ببرید. بیشتر برامون لطفا توضیح بدین راجع به این نمایشنامه خاص. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. سال 2008 این تصمیم گرفتیم که این کمپانی رو بندازیم، به این امید که بتونم از طریق تمرین نمایش و اجرای نمایش بیشتر هم یاد بگیرم، همین که بتونم به جامعه بوستون بتونم این دوتا رو مشخصا معرفی بکنم. تئاتر آنتون آرتود، فیلسوف فرانسوی و جرزی گروتافسکی، کارگردان لهستانی رو بیشتر از 10 سال هست که خودم شخصا تحقیق میکنم راجبش. اول امسال 2013 من در حالی که خیلی دوست داشتم که بعد از این همه تجربه بتونم یه رابطه ایجاد بکنم از طریق تئاتری بین تئاتر بوستون و تئاتر تهران، با آقای محمد رضایی راد شخصا خودشون رو ندیدم اما با نمایشنامه‌هاشون آشنا شدم که شیوه ادبیات نمایشیشون، زبان گفتاریشون، نوع نگاهشون به تئاتر خیلی خیلی زیاد شبیه بود به این تئاتری که من اینجا تحقیق میکنم و به طور اخص توی تئاتر تجربی باستان ما کار میکنیم. اینجا بود که من هم میگم نیاز ایجاد ارتباط فرهنگی بین باستان و تهران و همین ادامه تحقیقاتم توی این نوع اطلاعات باعث شد که از ایشون درخواست بکنم که این بتونم نمایش بتونم توی باستان اجرا بکنم. چرا عنوان شرکتتون تئاتر تجربیه؟ این لغت تجربی چه ویژگی هایی رو به کارهاتون میده؟ مهمترین ویژگی که میده این هستش که من و مابقی بازیگرهای کمپانی که بازیگرهای ثابت هستن و بعد موسیقیدانهامون و بعد طراحهای هنریمون، طراح صحنه، طراح لباس و همه آدمهای دیگه، خب ما تحقیقات خودمون رو کردیم، درسای کاری تئاتر خودمون رو خوندیم، با کمپانی‌های متفاوت هم کار میکنیم، اما وقتی میایم با همدیگه توی سالن تمرین که بخوایم روی نمایش خاصی کار بکنیم، ما تمام اون دانش‌هایی رو که داریم به قول معروف میاریم روی میز، میاریم روی صحنه و بعد شروع میکنیم باهاش یه تجربه جدیدی رو انجام دادن برای به دست آوردن یک زبان جدید توی ارتباط برقرار کردن با تماشاچی. خب ریسکمون، احتمال خطرمون خیلی بالا میره. موقعیت تماشاچی توی این نمایش ها خیلی اهمیت پیدا میکنه، برای اینکه ما داریم یک تجربه جدیدی توی زبان داریم انجام میدیم. زبان وقتی میگم منظورم زبان ادبیاتی اصلا نیست، منظورم به طور کامل زبان تئاتری هستش، توی نوع بازیگری، توی نوع کارگردانی و توی نوع ارتباط برقرار کردن به تماشاچی ما سعی میکنیم که
تجربه جدیدی رو انجام بدیم و بعد تماشاچی بیاد کار ما رو ببینه و بعد توی ارتباط با تماشاچی یاد بگیریم که این تجربه چطور بود، کجاش رو دوست داشتیم و حالا چه مسیر رو میخوایم حرکت بکنیم. از زبان گفتید، بیشتر کارهای شما به زبان فارسی هست یا انگلیسی؟ من تا حالا هیچ نمایش رو به زبان فارسی خارج از ایران کار نکردم. ایران به زبان فارسی کار میکردیم به طور طبیعی. وقتی که اینجا اومدم به عنوان یک کارگردان و هنرمند ایرانی، خیلی برای خودم مهم بود که بتونم زبان انگلیسی رو یاد بگیرم، فقط به خاطر اینکه احساس میکردم که زبان یک وسیله‌ایه که من میتونم با مردم آمریکا آشنا بشم، با فرهنگشون آشنا بشم و بتونم حتی بهشون نزدیکتر بشم، به فکر کردنشون و به احساس کردنشون. و بعد وقتی خواستم شروع بکنم به کار تئاتر، خوب دوست داشتم که تماشاچی بیشتری داشته باشم. برای همین تمام نمایشایی که کار کردم نمایش‌های انگلیسی بودن. ما اینجا این نمایشی که الان داریم کار میکنیم، موجودات یا کریچرز، اولین باری هست که به زبان فارسی من خودم به زبان انگلیسی ترجمه کردم نمایشو. و دوباره برام اهمیت خیلی زیادی داره که من این 13 سال گذشته از فرهنگ آمریکا یاد گرفتم، از زبان آمریکا یاد گرفتم، خیلی چیزها رو ازشون آموختم توی کار تئاترم، اما همیشه توی سالن تمرین احساس کردم و مطمئن بودم که به عنوان یک فرد ایرانی خیلی چیزهایی دارم که دارم اضافه میکنم به بازیگرای آمریکایی، به طراحای آمریکایی و به موسیقیدانای آمریکایی. برای همین خیلی برام جذاب هست که این تجربه رو انجام بدم الان، که یک نمایشنامه زبان فارسی به انگلیسی ترجمه بشه. توی دوران تمرین بازیگرامون هر دو آمریکایی و ایرانی هستند. ببینم که اون بخش بازیگرای آمریکایی من با زبان این نمایش چطوری ارتباط برقرار میکنن، با موضوعش، با شخصیت‌ها. و همونطوری که گفتم این تجربه در نهایت با تماشاچی کامل میشه. برای خیلیاشون اولین باری خواهد بود که یک نمایشنامه رو که از ایران اومده دارن میبینن. برام خیلی جذاب هست که تماشاچی آمریکایی من بیاد و ببینیم که این تجربه چطوری شکل میگیره. تجربه زبان درسته که ترجمه شده، اما خب داستان و موضوع همونی هست که نمایشنامه نویس نوشته. از داستان و موضوع برامون بگید آقای یگانه. ببینید، وقتی کار تجربی انجام میدیم، بعضی وقتا توی این نوع کارهایی که ما انجام میدیم، ما خیلی داستان مشخص به معنای کلاسیکش که از نقطه A شروع بشه بره نقطه B اوجش و بیاد C تموم بشه نداریم. برای همین یک بخش خیلی بزرگی از داستان توی این نوع نمایش ها و جوری که نمایشنامه‌نویس نوشته و من دارم کارگردانی و تهیه کنندگیش میکنم، گذاشته میشه به عهده تماشاچی که ببینیم تماشاچی چی برداشت کرده. خب به خاطر اون قضیه من چیز خیلی زیادی رو دوست ندارم الان بگم تا قبل از اینکه نمایش اجرا بشه، اما به طور کلی نمایش از نیاز ارتباط، نیاز دیده شدن، نیاز گفتن، ارتباط برقرار کردن آدم ها داره صحبت میکنه. این نمایشنامه اولین نمایشیست که من و گالری تاچ و همراه آقای پژمان تحوری تهیه کننده دیگرمون داریم انجام میدیم برای یک سلسله کارهایی که اسمشو بریم میذاریم گفتگوی فرهنگی بین باستان و تهران. سو خیلی برای من جذاب بود که این نمایش به عنوان اولین نمایشی که داره گفتگوی فرهنگی بین هنرمندای ایرانی و هنرمندای آمریکایی برقرار میکنه، داستان نمایش هم، شخصیت ها هم به شدت نیازمند هستن برای ارتباط برقرار کردن، دیده شدن، دیدن آدم های دیگه و بتونن احساساتشون رو با هم دیگه تقسیم بکنن. اما در این حال نمایشنامه به شکل خیلی قشنگ اشاره میکنه به خطری که نزدیک شدن وجود داره، به خطر احساسی مخصوصا که وقتی ما از نظر احساسی خیلی به هم دیگه نزدیک میشیم، خشونتش کجاست و زیباییش کجاست، لطافتش کجاست و جنبه تخریبیش کجاست. اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.